مخالفت و به همین صورت توطئه‌گری بر علیه نبی خدا حضرت عیسی آغاز شد. وقتی که این توطئه آغاز شد، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که حضرت عیسی علیه السلام احساس کرد از اکثریت قوم خودش، از قوم خودش کفر رو احساس کرد که اینها دارند به سمت ناباوری و انکار و کفر تفکر توحیدیش دارن رو میارن، گفت قال من انصاری الی الله، کی هست که با من همکاری کنه، نصرت بده من رو در مسیر الله، در مسیری که عبادت و اطاعت و دعوت به سمت الله متعال رو بتونیم پیش ببریم. نصرت دین برای رضایت الهی و تحقق عبودیت رب ذوالجلال و دعوت الله یکی از راهکارهایی بود که انبیا در هنگام انکار اقوامشون بهش رو می آوردند. و در اینجا هم یک مجموعه ای از یاری دهندگان که بهشون حواری در قرآن ازشون یاد شده و در ترجمه این واژه هم بس مباحث متعددی هست، ولی اون چی که ترجیح داده میشه همون نصرت دهندگان شاید باشه در زبان، در زبانی که از خود انجیل در اون حالت یا در اون فرهنگ نازل شد، حالا میخواد این عبری باشه یا سیریانی باشه، در کل این واژه برمیگرده به همون بحث نصرت یا نصرت دهنده. قال الحواریون، حواریون که نصرت دهندگان بودن، گفتند که نحن انصار الله، ما نصرت میدیم دین الهی رو، آمنا بالله، به الله ایمان آوردیم، وشهد به انا مسلمون، گواه باز که ما تسلیم هستیم. همه پیروان ادیان تسلیم حکم الهی با ایمان به الله متعال می شدن که هم بهشون مؤمن اطلاق میشه و هم بهشون مسلم اطلاق میشه. و دین اسلام که خاتم انبیا هست، این نام رو به طور ثابت محفوظ نگه داشته تا اینکه هیچگاه نام شخصیت معینی مقدم بر وصف حقیقی پیروان دین حق نباشه. این وصف حقیقتی هست که باید پیرو دین حق با اون خودش رو زینت بده یا به این وصف خودش رو سعی کنه که متزن یا هماهنگ بکنه. تسلیم شدن در مقابل امر الهی، در مقابل حکم الهی، در مقابل شریعت پروردگار متعال. این دعوت یا این پیام تاریخی حضرت عیسی به قومش و نتیجه این پیام یا نتیجه این دادخواهی یا یاری طلبی یادگاری رو از تاریخ انصار و نقشی که انصار در حمایت دین خاتم ایفا کردن رو به نمایش در میاره.